بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحاب طاهرین. معسلان نهایت گرانقدر، امید که ایام خوب و خوش را سپری کرده باشیم و از گزند حوادث در امان خداوند متعال جل جلاله بوده باشیم. معسلان گرانقدر، پیرامون بحث درستان در ابتدا دو مورد را وضاحت بدم که قبلا کتاب منبع درسی که وجود داره مشکلات های بسیار عدیده و گسترده خود را داره و من که تلاش های زیاد کردم ولی با مخالفت های سلیقوی بعضی از افراد مواجه شده و نهایت ناچاری کتاب و رساله که در جزای بین الملل بعد از گذشت 5 سال کار توانستم نهاییش کنم و در معرض چاپ قرار بدم، ولی با مخالفت ایده سلیقوی ایده از افراد دوباره از دست برداشتم و ما بار دیگر شاهد برود چنین مشکلات در این راستا هستیم. مسئلان گرانقدر، ما در مورد بحث جرایم جنگی، جرایم علی بشریت را برای شما در قالب لکچر نوت تهیه کردیم. انشاءالله امروز در خدمتتان او را قرار میدم و او را درج سیستم میکنم. بقیه موضوعات را دیگه ما فراتر از بحث های بیرون کتاب نمیرم مسئلان گرانقدر و تنها موضوعات مختص به کتاب را برای شما وضاحت میدم و موضوعات مختص به کتاب را برایتان و بررسی میگیرم. جلسه هفته گذشته من و شما با هم جرایم علی بشریت را مطالعه کرده بودیم و این دیاگرامی است که در نتیجه تحقیق گسترده از چندین وبسایت معتبر جهانی تهیه گردیده است که شما اینجا با وضاحت میتونید میزان ارتکاب جرایم علی بشریت را مشاهده نمایید. فقط در بحث جرم تجاوز نظامی فقط یه تعریف براتون ارائه میکنم و از این مسئله میگذرم. تیر میشیم مسئلان گرامی. ما در اینجا بحث ما اینجا این است مسئلان گرامی که در جرم تجاوز نظامی را فقط تعریف ارائه میکنم از منظر قواعد حقوق بین الملل جزا که جرم تجاوز نظامی عبارت از مجموعه از عملکردها و رفتاری است که برخلاف قواعد مدونه حقوق بین الملل، منتج و نقض حاکمیت و نفی حاکمیت یک دولت از قبل به رسمیت شناخته شده باشد در سطح جهانی. فقط روی این تعریف به شما اکتفا میکنم، از بقیه موضوعاتم میگذرم و اینجا دیاگرامی است بود نیازمند به تشریحات گسترده است، از آن میگذرم مسئلان گرامی و میاییم و بحث تحت عنوان این که محکمه جنایی بین المللی توکیو چی است مسئلان گرانقدر و چی اصول ضوابط و قواعد را در این راستا دارا می باشد و همچنان بحث محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا اگر وقت باقی ماند رویان هم حرف بحثای را خواهیم داشت. محکمه جنایی بین المللی توکیو چی است مسئلان گرانقدر؟ بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در بعد از پایان جنگ جهانی دوم و بر اساس اعلامیه ترومن که در 8 اگست سال 1945 میلادی مطرح گردیده بود مسئلان گرانقدر، محکمه به منظور محاکمه سران دولت ژاپن در جنگ دوم جهانی تأسیس گردید که این محکمه کلیدی ترین و عمده ترین قواعد را در حقوق بین الملل جزا در سطح جهانی مسئلان گرانقدر ایجاد، تعریف و تدوین نموده است که به نحوی از آنها در قانونگذاری بین المللی از قواعد و اصول آن استفاده بهینه و اساسی الی اکنون صورت گرفته است. چرا این محکمه را به عنوان محکمه جنایی بین المللی توکیو نام گذاشتند؟ بدین جهت مسئلان گرانقدر که هدف آن رسیدگی به جنایات سران آلمان، سران دولت ژاپن و امپراتوری ژاپن در جنگ دوم جهانی می باشند. این محکمه مسئلان گرامی گفته می تانیم که در ابتدا در شهر توکیو ژاپن تدبیر یافت و بعدا در شهر کشورهای اروپایی که از جمله متحدین امریکا و تدبیر یافت و هدف آن محاکمه نمودن سران دولت ژاپن در جنگ دوم جهانی بود. مبانی حقوقی این محکمه چیست مسئلان گرامی؟ چیزی که بسیار کلیدی مهم و ضروری است. مبانی حقوقی این محکمه چیست مسئلان گرامی؟ دو جهتش را براتون بیان میکنم و ایران به جهت معلومات آفاقی تان بیان میکنم. شما ملزم به یادداشت برداری در این مسئله نیستید.
دو دلیل بود. دلیل اول مثلاً کردم قدر اصول ششگان همان قطعنامه شماره دو شماره پنجم مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1945 میلادی بود و همچنان قطعنامه شماره چهارم شورای امنیت که در سال 1946 میلادی در این مورد بود اول و دومین مبنای حقوقی که بسیار مهمتر و اساسی تر می باشد اعلامیه ترومن و اعلامیه مک دوگلاس است که در سال 1946 میلادی صدور یافت و هدف آن این بود که باید محکمی تأسیس گردد برای محاکمه مجرمین و رسیدگی و جنایات به صورت گرفته در جنگ جهانی دوم بود که خب معسلان گرامی بحث دیگر اینجا این است که این محکمه را گفته می‌داریم از جمله محاکم موقتی بود که شباهت بسیار زیاد با محکمه نورنبرگ داشت که محکمه نورنبرگ را با جزئیات تام برایتان من وضاحت‌های رای را کردم و خدمتتان قرار دادم معسلان گرامی. این محکمه معسلان گرامی گفته می‌داریم که در هدف اساسی آن رسیدگی و جنایات ژاپن در شهر و در شرق دور و همچنان جنایات صورت گرفته آنها در بندر پرل هاربر ایالات متحده آمریکا می باشد. بعد از اینکه در سال 1941 میلادی نیروهای ژاپنی بندر پرل هاربر را در ایالت آلاسکای ایالات متحده آمریکا آماج حملات بسیار شدید هوایی قرار دادن، اینجا بود که آمریکایی ها وارد جنگ با ژاپن گردید در جنگ دوم جهانی و موازنه قدرت و نحوه از آنها تغییر با تغییرات گسترده مواجه گردید. مثلان گرامی قواعد حاکم بر محکمه جنایی بین المللی نورنبرگ بر محکمه جنایی بین المللی توکیو با عرض مسرد حدود هم گفته میتونید که همان قواعد حاکمه بر محکمه نورنبرگ است با اندک تغییرات. ما در محکمه جنایی بین المللی نورنبرگ محکمه جنایی بین المللی توکیو اصول ششگانه نورنبرگ را داریم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در این باره داریم و همچنان قواعد حقوقی از قبل تدوین شده را در سطح جهان پیرامونیم قضیه دارا می باشیم و موارد را مواردی بود که حاکم بر این مسئله بود به صورت اساسی و بر محور آن رسیدگی صورت می گرفت. در جنب این مسئله معاصلان نهایت گران قدر ما موارد دیگر را هم دارا هستیم علاوه از این قواعد اتفاقی دولت ها حاکم بر این مسئله، دول متفق پیروز در جنگ که اینها قواعد را تدوین کردن و منظور محاکمه. اهداف این محکمه چی است معاصلان گران قدر؟ این محکمه اهداف اساسی را که دارا می باشد در این باره چی است؟ اهداف این محکمه معاصلان گرامی به صورت اساسی چهار هدف عمده است. این اهداف را معاصلان گرامی شما یادداشت بگیرید، نهایت مهم و ضروری است با خود داشته باشید. هدف شماره اول نهادی نکردن قواعد حقوق بشری. هدف شماره دوم نفی خودکامگی و خودخواهی دولت ها بر محور این که اونها صاحب حاکمیت قدرت هستن و به هر کار را میتونن انجام بدن. دو سوم هدف این محکمه نهادی نکردن چارچوب های واضح و مشخص جهت دسترسی به منافع ملی در سطح جهانی است. این محکمه واضحا تعریف کرد که هیچ دولت در هیچ حالت نمیتواند که جهت تأمین منافع خودش و هر وسیله ممکنه دست بزند و هر کار را بخواهد انجام بدهد. این قضیه منتفی سه و چار این است مثلان گرامی که این محکمه به صورت واضح چارمین هدف را که دارا می باشد همان این است که در محور اجماع جهانی ما بر بعضی عملکردها می‌دانیم که وصف جرمی داشته باشه، وصف جرمی برایشان تعریف کنیم. بنابراین معسلان نهایت گران قدر جرایم تحت صلاحیت محکمه جنایی بین المللی توکیو جرم تجاوز نظامی بود اول، دوم جرایم علیه بشر جرم نسل‌کشی بود و جرایم علیه بشریت بود.
جلسات که این محکمه دایر نمود مسئلان گرامی حدودا در جلسات که تدویر نمود از جمله 11 اینها در جمله 11 قاضی داشت که از جمله 11 نفر 4 نفر متعلق و 4 قدرت بزرگ جهانی بود و 5 نفر دیگر از سایر کشورهای متفقین مثل استرالیا، زیلاند جدید، کانادا، فیلیپین و هلند بود. محکمه در مجموع گفته می داریم که 419 شاهد را استماع و 779 شهادت نامی کتبی را مورد رسیدگی قرار داد و تعداد جلسات را که اینها داشتن حدوداً بر بالای تعداد جلسات محکمه جنایی بین المللی توکیو را گفته می کنیم که حدوداً بر بالای 60 چند جلسه را اینها دایر نمودند که دقیق ارقام فعلا در ذهن من نیست، ولی محکمه توکیو 25 نفر را به اتهام جنایات جرم تجاوز نظامی، جرایم علیه بشریت و جرایم علیه صلح مورد محاکمه قرار داد که هرچند یک دید متضاد است. قبل ما براتون گفتم که جرایم تحت صلاحیت محکمه جنایی بین المللی توکیو اولش جرم تجاوز نظامی بود، دوم جرایم علیه بشریت، سوم نسل کشی بود، ولی بعدها تعبیرهایی که صورت میگیره برای محکمه جرم تجاوز نظامی را منتفی میکنه و جرایم علیه صلح را برمی‌داره که یک بحث کاملا اشتباه است. بنان در نتیجه 7 نفر را محکوم به اعدام نمود و 16 نفر را محکوم به حبس ابد و 2 نفر را محکوم به حبس موقت کردید، یعنی 20 از میان ما 20 تا 20 سال بود که محکوم نمودشان. خب در این مورد قطعنامه شماره 145 سازمان ملل متحد در سال 1954 در سال 1967 میلادی در مورد اصول و قواعد محکمه جنایی بین المللی توکیو به صورت واضح در این قطعنامه تعریف شد که ما از این اصول و قواعد دولت ها ملزم هستند که اطاعت نمایند و این اصول را در قانون گذاری در سطح بین المللی جدا رعایت نمایند. خب محصلان نهایت گران قدر، محکمه جنایی بین المللی توکیو چند اصل را برای من شما تعریف نموده است، بازگو بیان نموده است. من این اصل ها را به جهت معلومات آفاقی تان بیان میکنم، شما ملزم به یادداشت برداری در این مسئله نیستید. اصل شماره اول این است که اصل نهادی نکردن قواعد حقوق بشری است که در اهداف ما براتون بیان کردم. اصل اول. اصل دوم، منتفی دانستن منافع ملی بر محور توسل به راه‌های نامشروع است که در اهداف براتون تذکر دادم. اصل سوم که محکمه جنایی بین المللی توکیو برای من شما تعریف می‌کند این است که قواعدی که در ما مبتنی بر اصول بین المللی وصف جرمی داده شده است هیچگاه قواعد داخلی نمیتونه به او مشروعیت ببخشه. دولت جاپان استناد داشت که من به خاطر تامین منافع خود و مبتنی بر قواعدی که دارم این اعمال را انجام دادم، ولی این بحث کاملا یک بحث منتفی است. خب مسئلان گرام قدر و اصل شماره چهارمی که محکمه جنایی بین المللی توکیو مطرح کردید این است که به هر کسی که مرتکب اعمال جرمی گردد و موجب قواعد حقوق بین الملل یا در چنین اعمال مشارکت داشته باشد مستوجب مجازات است. مقام، موقف و جایگاه سبب کاهش مجازات و میزان تطبیق آن نخواهد گردید. خب مسئله نهایت گرانقدر، سازمان های حقوق بشری در مورد محکمه جنایی بین المللی توکیو وضاحت ها و سرعت های خود را دارد که من فقط مختصر اینجا برای شما تذکر میتونم. مسئله نگران قدر که سازمان های حقوق بشری در این باره و صورت واضح این مسئله را دارد که همانا این محکمه را یک محکمه تعریف میکنه که قواعد و حقوق بشری و همچنان میارهای محاکمی عادلانه در آن نقض کردید است. میارهای محاکمی عادلانه در آن نقض کردید است. و در جنب آن مسئلان گرامی تعریف میکنند که محکمه جنایی بین المللی توکیو
نه تنها یک بحث محکمه بود که بر عدالت حکم نکرد، بلکه عدالت را منتفی دانستند. فراتر از محکمه جنایی بین المللی توکیو مثلاً گرانقدر بحث را تحت عنوان دین برایتان خواهم داشت که محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا است. محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا و راواندا کدام محکمه است مثلاً گرانقدر و چی بحث های را در سطح جهانی داشته می باشد. و بعدا خواهیم پرداخت به بحث مهمتری که مجرمین بین المللی می باشد، تا ما مجرمین بین المللی را شناسایی کنیم و معیدات بین المللی را داشته باشیم و همچنان ارگان های تدبیر کننده قواعد حقوق بین الملل جزا را داشته باشیم که و محکمه جنایی بین المللی چه خواهد بود. یعنی انشاءالله من شما 2 تا 3 جلسه درسی خواهیم داشت و به پایان بحث میرسیم. بعد از توکیو محکمه دیگر محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا میباشد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال اواخر سال 1991 و اوائل سال 1992 نظم جهانی دچار یک سلسله تحولات بسیار شدید و شگرف گردید که این تحولات باعث گردید معسلان گرانقدر این تحولات باعث گردید که یک سلسله موارد جنایات گسترده‌ای در سطح جهانی در این خلای قدرت صورت بگیرند. با فروپاشی اتحاد شوروی کشورهایی که در بلوک شرق بود دیگر فعالیت‌های آزادی‌خواهی آغاز کردید و همچنان کشور آلمان متحد کردید و به همین ترتیب یوگسلاویا کشوری که فعلا از بدن 5 کشور بیرون گردید است: صربستان، بوسنی و هرزگوینا، مونتنگرو، کوزوو و مقدونیا. 5 کشوری بود که در گذشته اتحاد کرده بودند و کشور را به اسم یوگسلاویا ایجاد کرده بودند. در اواخر سال 1991 میلادی چندین منطقه با فروپاشی یوگسلاویا دیگر کشورها اعلان استقلال نمود، اما دولت صربستان که خود را جانشین یوگسلاویا میپنداشت که به رهبری مارشال تیتو در سال 1964 و بعد ایجاد گردیده بود، خود را جانشین میدانست و هر گونه بحث‌های تجزیه خواهی را منتفی میپنداشت و با توسل به کوه قهریه یک سلسله جنایات گسترده ای را انجام داد. جنایات گسترده علیه اقلیت مسلمان در کشور بوسنی هرزگوینا و منطقه کرواسیا یا کروشیا که امروز یاد می شود و کروات ها و سرب ها جنایات گسترده را علیه مسلمانان انجام دادند. خب مرسلان گرانقدر، این محکمه بعداً در سال 1996 میلادی و پیشنهاد اتحادی اروپا و صدور قطعنامه شماره 3678 مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه شماره 911 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با رسیدگی و جنایات گسترده‌ای که در کشور یوگسلاویا سابق صورت گرفته بود این محکمه تأسیس کردید و همچنان در این راستا بود که یک سلسله قواعد و اصول متعددی وجود دارد. مبنای حقوقی این محکمه 2 قطعنامه است که اینجا ما براتون تذکر دادم. اول دوم مبنای حقوقی این محکمه کنوانسیون های 4 گانه ژنو است. سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، 4 منشور سازمان ملل، 5 مصوبات شورای امنیت و شورای عالی حقوق بشر است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که قبل بود و فعلا به اسم شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل است. قواعد حاکم بر محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا معسلان گرامی بیشتر قواعد 4 گانه کنوانسیون های 4 گانه ژنو، بحث اول، دوم منشور سازمان ملل، فصل 7 منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. اهداف محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا 4 هدف است مثلان گرامی. اهداف را شما با خود یادداشت داشته باشین، نهایت مهم است، هرچند ما به جهت معلومات آفاقی تان بیان میکنم. اجبار در بحث پروسه امتحان در این باره وجود ندارد.
اولین بحثی که اینجا وجود داره مسئلان گرامی، اولین هدفی که وجود داره حمایت از اقلیت هاست و نهادینه کردن آن در سطح بین المللی. دومین هدف که این محکمه دارا می باشد این است که حمایت از قربانیان جنگ فراتر از تعلقات سیاسی مذهبی است. سومین هدف را که این محکمه دارا می باشد که بسیار ضروری و اساسی می باشد همانا جلوگیری از خودکامگی ها و همچنان نهادینه کردن بحث حمایت از حقوق بشر. هدف شماره چهارم، به صورت واضح و اساسی گفته می توانید که نفی هر گونه تجاوز و اشغالگری و جهت تامین منافع. خب معسلانه گرامی، در مورد قواعد حاکم بر نفس خود این محکمه قطعنامه شماره 88 شورا، قطعنامه شماره 88 که مبتنی بر فصل 7 و مواد 41 منشور سازمان ملل متحد بود و همچنان گفته میتونیم که بر قطعنامه شماره 827 شورای امنیت سال 1993 و همچنان قطعنامه شماره 933 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. خب جرایم تحت صلاحیت محکمه جنایی بین المللی یوگسلاویا نسل کشی است. اول، دوم، جرم دوم جرایم جنگی است معسلان گرانقدر و سومین جرم تحت صلاحیت این محکمه جرم تجاوز نظامی است که تا آن زمان تعریف درست صورت نگرفته بود و با آن تعبیر می دادن به جرایم علیه صلح. خب این محکمه معسلان گرانقدر چگونه آغاز و کار کرد؟ بعد از اینکه شدت جنگ ها بین گروه های مختلف در صربستان، کرواسی و بوسنیا ایجاد گردید، دولت صربستان و مونتینگرو به منظور ایجاد خسارات شدید بر مسلمانان جنایات گسترده‌ای را علیه مسلمانان انجام دادند. در تابستان سال 1992 بعد از آغاز جنگ ها گزارش های بسیار شدیدی از جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و بحث جرایم علیه عفت اخلاق انجام شد که توسط سرب ها علیه مسلمانان بود. بالاخره با تصحیح از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و جنایات گسترده‌ای که صورت گرفت، با تصحیح از قطعنامه 808 کمیسیون خبرگان تشکیل گردید، یک گروه فرعی شورای امنیت که مقر آن در لاهه بود و هدفی آن انجام تحقیقات پیرامون این قضیه بود. بعد شورای امنیت به اساس قطعنامه 827 از کمیسیون خبرگان تقاضا کرد تا اطلاعات جمع‌آوری شده را در دسترس سارنوال قرار بدهد. سارنوال را تعیین و موضوع را بررسی نماید. اینجاست که مسئلان گرانقدر یه سلسله بحث‌های صورت گرفته که این بحث‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. و طبق قطعنامه شماره 780 کمیسیون خبرگان موضوعات را به صورت بررسی، تعریف و وصف جرمی آنها را مورد توصیف و تعیین قرار داد و کمیسیون را تعیین نمود که توسط سرمنشی سازمان ملل که این کمیسیون باید هدف آن انجام تحقیقات در جنایات گسترده در یوگسلاویا و به روند رسیدگی به آنها را بررسی کرد. ولی این کمیسیون با مشکلات مواجه شد. اول مشکلات مالی بود، دوم کار کمیسیون اجتماع و تعیین کرده ولی بدون دلایل واضح چند ماه قبل از تکمیل کار پایان یافت. همچنان مشکلات اداری و موانعی که از طرف سرها بود و عدم بازگویی حقایق از طرف قربانیان. بنابراین اینجا بود که کمیسیون حدودا 38 دولت، 51 سازمان غیر دولتی را مورد بررسی قرار داد و جوابهای را داد. کمیسیون 700 مصاحبه را انجام داد، با حدود 226 نفر مصاحبه صورت گرفت و نوارهای را تهیه کرد که شامل 300 ساعت نوار و 56 هزار صفحه گزارش بود. تحلیلی راجع به ارتکاب جنایت گسترده
اینجا بود که به تصحیح از قطعنامه 913 و از 3678 که به صورت اساسی محکمه دایر گردید و این محکمه بود که این محکمه رسیدگی می نمود به جنایات صورت گرفته در یوگسلاوی سابق. خب مسئولان گرانقدر، این محکمه توانست تعدادی از افراد را مورد محاکمه قرار داد، ولی فرمانده ارتش صربستان موفق به فرار شد، متواری گردید و الی اکنون قابلیت در قام. هرچند ظاهرا در سال 2013 این مورد را بیان کردند که گرفتار شد، ولی تا به حال این مسئله ابهامات جدی خود را دارد. خب این محکمه مسئولان گرامی کدام اصول را بیان کرد؟ اصل های محکمه کدام بود؟ اصل اول، اصل جرمینگاری، اعمال جرمی دولت ها مطابق قواعد بین المللی از جانب سازمان های بین المللی ممکن است که سازمان ها می داره اعمال دولت ها را وصف جرمی بشمارن طبق قوانین بین المللی. اصل اول. اصل دوم، حمایت از غیر نظامیان. سوم، نهادی نکردن قواعد حقوق بشر. و اصل چهارمی که این محکمه دارد به صورت واضح برای من و شما تعریف می کند، بیان می کند که هیچ دولت در هیچ حالت به منظور تأمین منافع خواهی منافع به حتی وابسته به پای اصل یک دولت بوده باشد نمی تواند متوسل به اعمال نامشروع کردن. این محکمه مؤسسان گرامی صرف اشخاص حقیقی را محاکمه کرد، نه اشخاص حقوقی را. یعنی قلم خود شخصیت دولت یوگسلاوی مورد محاکمه قرار نگرفت. خب مؤسسان نهایت گرانتر، محکمه جنایی بین المللی یوگسلاوی از منظر دیگه سازمان‌های حقوق بشری یک محکمه بود که تا حدود معیارهای محکمه عادلانه در قبال آن رعایت کرد، ولی این محکمه با چند چالش جدی مواجه گردید. اول، خودکامگی عده‌ای از قدرت‌های جهانی. دوم، مسئله گرانقدر بحث تحت عنوان از این بود که عدم همکاری قدرت‌های جهانی با رویکرد بحث‌های سیاسی. و سوم، این محکمه الی اکنون نتوانست است که به پایان برسه و به صورت مقطعی جریان دارد، با وجودی که محکمه جنایی بین المللی فعلا در جهان وجود دارد و حکم به پایان این محکمه تا به حال صورت نگرفته است. و بحث دیگر مسئله گرانقدر این است که این محکمه را گفته میتونیم که جلسات پیهم و متعدد را داشت، ولی جلسات قادر نشد که با وجود آن هم اختلافات سیاسی حاکم در سطح بین المللی این روحیه را با چالش های جدی مواجه کرد. مسئولان گرانقدر پیرامون محکمه جنایی بین المللی رواندان ان شاء الله جلسه هفته آینده وزارت میتونم من چپتر مختصر را که بحث های جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت در دسترستان قرار میتونم، ولی از این حالا بیان میکنم منبع درسی و منبع امتحان من شما کتاب خواهد بود انشاءالله. کتاب است و فراتر از او بحث در این زمینه قابلیت تطبیق دارا نیست. بران شما در این زمینه برایتان از این حالا واضح بیان میکنم که منبع امتحان تنها کتاب است و سوالات از اون کتاب خواهد بود و فراتر از او بحث های وجود ندارد. با امید موفقیت هرچی بیشترتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.